درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 28 مهر ماه ما رو همراهی کنید. دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین در مورد هواپیمای مسافربری ساقط شده توسط موشک‌های سپاه پاسداران صبح امروز در تهران آغاز شده و یوهنی ینین، معاون وزارت خارجه اوکراین گفت در جریان این نشست اوکراین به دنبال جزئیات کامل و مو به موی آنچه است که اتفاق افتاده. آقای ینین افزود میزان غرامت بستگی به اطلاعاتی دارد که آنان در این مذاکرات به دست می‌آورند. در حالی که در روزهای گذشته بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به نایاب شدن انسولین که دارویی حیاتی برای بیماران مبتلا به دیابت است اعتراض کردند، محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران از قاچاق معکوس انسولین خبر داد. او به مقصد قاچاق داروی انسولین اشاره نکرده ولی گفته علت این امر تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات داروی ارزان است که بعد برخی افراد با قیمت دلار بازار آزاد داروهای وارداتی را به مشتریانی در دیگر کشورها می فروشند. سعید دهقان وکیل دادگستری در ایران از تایید حکم 8 سال زندان علیرضا علی نژاد برادر مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر و روزنامه نگار خبر داد. او نوشت که شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به هیچ کدام از اعتراضات وکلای آقای علی نژاد مبنی بر غیر قانونی بودن رأی صادر از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران توجهی نکرده است. در ادامه اعتراض‌ها به ساخت هتلی با ارتفاع بیش از حد مجاز در حریم تاریخی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان، محمود فرشچیان نقاش و نگارگر سرشناس اصفهانی نیز از مسئولان خواست اجازه ندهند که با بلند مرتبه سازی در اطراف چهارباغ زیان جبران ناپذیری به اصالت این شهر وارد شود. ساخت این هتل با مجوز وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بلندای حدود 20 متر در حریم چهارباغ عباسی شروع شده و این در حالی است که بر اساس قانون حد مجاز ارتفاع در حریم بناهای تاریخی اصفهان 8 متر است. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل با تایید حمله سایبری به بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و مجتمع مس سرچشمه کرمان گفته است حمله سایبری به زیرساخت‌های این دو مجموعه صورت گرفته ولی موجب نابودی زیرساخت‌های آنها نشده. او ادامه داد در سال گذشته 2 تا 3 مورد دیگر حمله سایبری که توأم با تخریب زیرساخت‌ها بوده داشته ایم. وی اما به جزئیاتی درباره این حملات اشاره‌ای نکرد.